سلام دوستان، محمد هستم. با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی تلخ پوران شاپوری، خواننده قدیمی قبل از انقلاب، و ماجرای حلالیت گرفتنش از گوگوش در روزهای آخر عمر میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. تا زمانی که اینترنت در کار نبود، شاید کمتر کسی میدونست که بانوی ناشناس و بعدها پوران شاپوری و پوران همون فرهدخت عباسی طاغانیه. او اگر زنده میبود این روزا 80 ساله بود. زندگی ای توام با شهرت و مرگی همراه با سکوت داشته. شاید قبل و پس از پوران خوانندگانی بودند که در آغاز با نام ناشناس پا به عرصه هنر می‌گذاشتند. هر کدوم هم دلایل خودشون رو داشتن. اغلب به دلیل مخالفت‌های خانوادگی بود. ولی پوران هم با داشتن همسر یا هنگساز و هم خانواده‌ای که اغلب اهل هنر بودند با نام ناشناس کارش رو شروع کرده. فرهدخت عباسی طاغانی با نام مستعار پوران، زاده 15 بهمن 1312 در تهران و در گذشته 12 مهر 1369 خواننده و بازیگر زن ایرانی بود. پوران با نام اصلی فرهدخت عباسی طاغانی در دهه 30 یکی از مشهورترین خوانندگان ایران بود و این شهرت خودش رو تا اواسط دهه 50 همچنان حفظ کرد. با نام بانوی ناشناس و سپس با نام بانوی شاپوری و بعد از اون با نام مستعار پوران پا در وادی هنر گذاشت. پوران بعد از اینکه تحصیلات متوسطه رو در دبیرستان اسدی تهران به اتمام رسوند، وارد هنرستان عالی موسیقی شد. و از شاگردان عباس شاپوری آهنگساز شد و در سال 1330 کار خوانندگی رو با نام بانوی ناشناس آغاز کرد. ایشون در سال 1331 وارد رادیو شد و خواهرزاده بانو روح بخش دیگر خواننده ایرانی اون دورانه که به وسیله او جذب آوازخونی شد. او با نام بانوی ناشناس در صفحه گرامافون خوند که پس از آشنایی و ازدواج با همسر اول خودش، نام خانوادگی او رو به عنوان نام مستعار خودش برگزید. پوران پس از ازدواج با عباس شاپوری که ترانه‌ساز بسیاری از آفرینش‌های او بود، با نام بانو شاپوری شناخته شد و به فعالیت هنری خودش ادامه داد. اما پس از جدایی او نام هنری پوران رو برای خودش برگزید. عباس شاپوری مدت 7 سال از 16 بهمن 1330 تا 7 آبان 1337 پوران رو تحت آموزش مستقیم خودش قرار داد و حدود 100 آهنگ برای ایشون ساخت و اجرا کرده. ایشون بعد از جدایی از عباس شاپوری به همسری حبیب روشنزاده در اومد که این ازدواج دوم نیز منجر به طلاق شد. یک فرزند با نام شهریار شاپوری و دو فرزند به نامهای امید و آرزوی روشنزاده از ایشون باقی مونده. پوران پس از مدتی تونست وارد برنامه گلها بشه و فعالیت‌های او بیشتر ترانه خونی بود. او در سال 1339 وارد کار سینما شد و در چندین فیلم بازی کرد. پوران در دهه 1330 یکی از نامی‌ترین آوازخوان‌های ایران بود و برای یک دهه کامل و شاید هم بیشتر یکی از بی‌رقیب‌ترین آوازخوانان ایران به شیوه خودش بود و تونست شهرت خودش رو تا اواسط دهه 50 همچنان حفظ کنه. او سابقه خوانندگی در برنامه گلها رو نیز در کارنامه خودش داره. او با برخی از خواننده ها از جمله ویگن، عارف، منوچهر سخایی و حسین خواجه امیری ترانه های دو صدایی اجرا کرده. او پس از انقلاب اسلامی همچون بسیاری از آوازخوانان ایران از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. همچنین بانو پوران، خواهر همسر انوشیروان روحانی، موسیقیدان و آهنگساز برجسته و سرشناس ایرانی و خاله رضا روحانی از موسیقیدانان و آهنگسازان تحصیل کرده و جوان ایرانیه. بعد از مرگ وی برخی از ترانه های او در خارج از ایران بازخونی شدند که شامل ترانه همصدا با صدای معین در سال 1369، ترانه گلی جان توسط سیاوش قمیشی در سال 1394 و نیز ترانه خاطره ها با صدای لیلا فروهره. ناصر رستگار نژاد ترانه سرای قدیمی بیشترین کارهاش رو برای پوران سروده.
رستگار نژاد عضویت شورای نویسندگان رادیو رو نیز بر عهده داشته. مسئولین شورا از او میخوان که برای ساخت ترانه ای نزد روح بخش خواننده بره. برخورده ایشون با عباس شاپوری، همسر نخستین پوران، در خونه روح بخش زمینه ی آشنایی او با پوران رو فراهم میکنه. رستگار نژاد که سالها پیش از وقوع انقلاب اسلامی از ایران به آمریکا مهاجرت کرده بود، از عواقب این رویداد در امان نموند. ایشون میگه تا پیش از انقلاب من فقط فعالیت‌های هنری داشتم و در دانشگاه صحبت می‌کردم و ساز می‌زدم. شاگردای خود من علیه من در دانشگاه صحبت کردند و من اصلاً مات موندم. در یک چنین شرایطی من به هیچ وجه نمیتونستم دیگه فعالیت کنم. این بود که گذاشتم کنار. رفتم برای اولین بار که برای آخرین بارم هم بود یک بیزینس باز کردم. خاروبار فروشی ایرانی که اصلاً نمیدونم چطور شد که این فکر به سرم زد. همین خاروبار فروشی محلی میشه برای دیدار مجدد پوران و رستگار نژاد. و ایشون اضافه میکنه من دوستی دارم به نام دکتر صادقیان که سنتور هم میزد و در واشنگتن دی سیه. دکتر صادقیان یه روز با یک خانومی اومد تو. خانم عینک زده بود. من دیدم که فرشته خانومش نیست. دیدم این خانم داره لبخند میزنه و اومد طرف من. تا عینکشو برداشت دیدم که پورانه. شهریار فرزند مشترک عباس شاپوری و پوران پس از جدایی اون دو به لس آنجلس میره. پوران اما گویا از پسر پس از سفر به اون دیار سرخورده میشه. به من گفت ناصر، من و عباس به تو بد کردیم، اما من الان به تو احتیاج دارم، اومدم اینجا و میخوام که کار کنم. گفتم من سالهاست که دیگه ترانه نمیسازم و اصلا توی این برنامه ها نیستم. گفت نمیشه، تو باید این کارو بکنی. دو روز بعدش یه ترانه دیگر رو براش ساختم. او با یه دست پر رفت لس آنجلس. وقتی رفت لس آنجلس نمیدونم اونجا چی شد که از او استقبالی نشده. رستگار نژاد میگه پوران با ناامیدی تمام به ایران باز میگرده و گفت در چنین شرایطی این طفلی پاشد رفت ایران. موفقم نشد. از روشنزاده هم جدا شد و رفت ایران. دیگه من از او تا 5-6 ماه یا یه سالی خبر نداشتم. فقط یه بار اینجا روحانی رو دیدم که گفت با گوگوش رفتن هم اتاق شده. بعد با خبر شدیم که پوران مریضه. یه روزی آقای زنگ زد و گفت که من فریدون توفیقی‌ام، گوینده رادیو بودم و از این حرفا. گفت من یه خبر بد برای شما دارم. پوران دیشب فوت کرد. در مورد تیمور بختیار رئیس ساواک لازمه بگیم که تیمور بختیار زمانی خیال کودتا علیه شاه رو داشت و اون زمان با پوران در ارتباط بود و به پوران قول داده بود که روسی او رو به عنوان ملکه ایران به تخت خواهد نشوند و پوران در چند میهمانی گفته بود که به زودی ملکه ایران خواهد شد. اما تیمور بختیار تبعید و بعد هم در عراق کشته میشه. در اواخر دهه 30 این دو هنرمند از هم جدا شدند و ارتباطشون با هم قطع شد. علت جدایی ورود تیمور بختیار رئیس ساواک ایران به زندگی این دو هنرمند بود و پوران پس از طلاق مدتی معشوقه تیمور بختیار بود. البته خانم پوران هم مقصر بودند. بعد از این ماجرا پوران که بر تخت بیمارستان واپسین روزهای زندگیش رو سپری میکرد، از شاهرخ نادری تهیه کننده معروف رادیو درخواست میکنه که عباس شاپوری و گوگوش رو به بیمارستان بیاره تا از اونها حلالیت بطلبه. شاهرخ نادری هم میگه که گوگوش رو میارم اما عباس رو قول نمیدم. اما در مورد حلالیت گرفتن از گوگوش، به هر حال گوگوش و آقای مسیبی کارگردان رو آوردم و پوران با اونها حرف زد و حلالیت طلبید. اما در مورد موضوع رابطه که گوگوش و پوران که پوران شاپوری درخواست حلالیت طلبیده بود از چه قرار بود؟ گوگوش در مصاحبه‌ای گفته بود من و پوران به لس آنجلس که وارد شدیم، صاحبان کلاب به سفارش پوران به ما کوکائین دادن و ادامه پیدا کرد و مقداری از پول من رو بابت مصرف اون کوکائین ها حساب می کردن. پاسپورت منو نمی دادن. پاسپورت منو گرفته بودن و به نوعی قفل کرده بودن منو. با اون حال من بازم می رفتم روی صحنه. یکی از اون شبا رفتم توی یکی از اتاقای نایت کلاب، دستم رو بردم که پنجره رو ببندم که لباس عوض کنم. دستم رفت توی شیشه شکست و دست من از دو جا پاره شد. ولی خب ارکستر داشت آهنگ منو می زد و من باید آماده می شدم. اجباراً با دستمال سفره و دستمال‌های رومیزی دستم رو بستم و رفتم روی صحنه. خون همینجوری داشت از دستم میومد و نمیشد جلوش رو گرفت و یادم اینقدر حالم بد شده بود که روی صحنه نمیتونستم برنامه اجرا کنم و
و بعد از دو سه آهنگ اومدن بردنم. بردنم بیمارستان و همه فکر میکردن که من رگ دستمو زدم. فکر میکردن خودکشی کردم. ولی دستمو شیشه پنجره پاره کرده بود. و گوگوش با این خاطره دلخوری خودش رو از روزایی که همراه پوران بود روایت کرد و مشخص شد که پوران برای چه دلیلی از گوگوش حلالیت طلبید و در نهایت گفت بسیار تلاش کردم و موفق نشدم عباس شاپوری رو راضی کنم به این دیدار که 30 سال بود که اون دو با هم روبرو نشده بودن و آخر سر که پیش عباس شاپوری رفتم بهش گفتم عباس جان پوران روزهای آخرش رو میگذرونه و دل این زن رو نشکن و ببین چی میخواد بگه و خلاصه شاپوری با نهایت بیمیلی به این شرط که منم در این ملاقات حضور داشته باشم به بیمارستان اومد و در کنار تخت پوران ایستاد و این دیدار آخر با نگاه های عاشقانه و سالها حسرت و اشک سپری شد. پوران در اوایل سالهای دهه 60 به بیماری سرطان مبتلا شد. سرانجام هنگامی که بیماری او به اوج خودش رسیده بود، در سال 1369 برای دیدن نوش به ایران اومد که نهایتاً در تهران درگذشت و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.